باریک شد. برتر بودن تابع مؤمن بودن است. باریک شد. حالا آقا بگیری یه همچین جمله تو کنکور میاد یعنی چی آقا؟ برتر بودن تابع مؤمن بودن است. بیا دوتا جمله فارسی میده این وسط میذاره علت معلول تابع مطبوع. گفتم این بر میگره به گزاره قبلی. تابع یعنی علت یا معلول؟ معلول. معلول گفتم یعنی چی؟ نتیجه. پس برتر بودن تابع مؤمن بودن است یعنی چی؟ یعنی برتر بودن نتیجه اینه که تو مؤمن باشی. چطور ببن؟ اینو یه جور دیگه هم میتونیم بگیم. اینو یه جور دیگه هم میتونیم بگیم. برتر بودن تابع مؤمن بودن است میتونم بگم اگر مؤمن باشی، اگر مؤمن باشی برتری. جملاتی که با چون زیر اگر شروع میشه علت هم دیگه. اگر مؤمن باشی نتیجه چیه؟ برتری. نتیجه معلول. برتری معلول. این شد کل علت معلول بچه. ما همه علت معلولای کتابتون رو تو نکته تست قراره درس بدم. میتونستم برم جلو بگم جلو این بنویس علت این معلول اینا رو هم حفظ میکنی و تو کنکورم هم اینا میاد، خارج از اینا نمیاد. ولی به درس دادم که از این به بعد دو تا نشونه بزنی با یه تیر. یکی این که وقتی میگم این علت این معلول اصلا بفهمی چرا اون علت اون معلول. یکی اگه سر جلسه کنکور یه آیه متنی بهت دادن علت معلولش یادت نبود همون موقع سریع تحلیل آنالیز تو 15 ثانیه علت معلولش رو در میاری. حل یه چت بده بچا همه علت معلول فهمیدن؟ من خیلی راحت شدم میخوام درس یکو شروع کنم. آقا علت معلول همه فهمیدن؟ واریکل خاکم خاک خب خدا رو شد. آقا دیگه این یکی از سخت‌ترین مباحث دینی کنکورتونی که خیلی بچه‌ها لنگ میزنن باش مشکل دارن علت معلول نمیفهمن. همین اول کار گفتم بگم خیالت راحت همین اول کار درست رایگان هم هست. رایگان گفتیم هر کی اگه اومد ببینه صفا کنه ما رو دعا کنه. حله سنجه صد زدی باری کل. خیلی خب حاجی چطو به من میخوام برم درس یک. بسم الله این علت معلول ما. بیا درس یک. درس یک اسم درس چیه؟ تیتر رو نگاه کن. هدف زندگی. هدف زندگی. یه مت داریم از کتاب فیه مافیه تو مقدمه درس یکتونه. متن یه مقدار ثقیل و سنگینه. من الان میخوام بخونم برات معنی کنم. خوب گوش کن یاد بگیری. میگه در عالم یک چی تو رو قرآن خوب گوش کن. در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. پس آقا پیمان میگه یه چیزیه که اونو نباید فراموش کنی. اگر جمله چیزها را فراموش کنی یعنی چی؟ یعنی اگر همه چیز رو فراموش کنی یادت بره. برای اون یه دونه چیزه رو فراموش نکنی یادت بمونه تو را باک نیست. هیچ مشکلی نه. میگه پس تو دنیا یه چیزی که اونو نباید فراموش کنی. آقا تو دنیا یه چیز اینو نباید فراموش کنی. اگر همه چیز رو فراموش کنی ولی این یه دونه رو فراموش نکنی تو رو باک نیست. هیچ ایرادی نداره. باریکل. چون این مهمه. حالا برعکسش. اگر جمله را به جا آری و فراموش نکنی یعنی بری همه کارهای دیگر رو انجام بدی این سری و اونو فراموش کنی. اینو فراموش کنی. این مهمه بود دیگه. این دفعه برعکس. میگه حالا این سری بری همه کارها رو انجام بدی از همین یه دونه که مهمه رو فراموش کنی انجام ندی. میگه هیچ نکرده باش. اگه هیچ کاری نکردی. همچنان که مثال میزنه پادشاهی مثل اینکه یه پادشاهی تو رو به ده میفرسته برای یه کار معین. پادشاه به تو میگه فلانی برو ده این کارو میگه فلانی برو ده دم خونه مشمیرزا. شما میری ده صد کار دیگر میکنی از در خونه مشمیرزا نمیری چون آن کار را که براش رفته بودی نگذاردی. نمیری دم خونه مشمیرزا واسه اون کاری که رفته بودی اون کار را انجام نمیدی میری صد تا کار دیگه میکنی. میگه گویی که هیچ کار نکردی دیگه گویی هیچ نگذاردی. واضحه دیگه. پادشاه به تو میگه فلانی برو تو ده دم خونه مشمیرزا رو بهش بگو. تو میری ده همه کار میکنی از دم خونه مشمیرزا نمیری. خب میگه انگار هیچ کاری نکردی دیگه. پس آدمی هم من و شما هم همینیم. آدمی در این عالم برای کاری آمده است. من و شما برای یک کاری اومدی. مقصود اونه، هدف اونه. چون آن نمیگذارد هیچ نکرده باشد.
پس من و تو هم بچه‌ها واسه یه کاری اومدیم تو این دنیا. اگر اون کارا رو انجام ندیم انگار هیچ کاری انجام ندادیم. اگر تو گویی، حالا تو برمیگردی چی جواب میدی؟ میگه آقا درسته، اگرچه اون کاری که خدا منو برای آن آفریده نمیکنم، قبول، خدا منو برای این کار آورده انجام نمیدم، ولی خب با من دارم در عوضش هزار تا کار